سلام <سؤال> رام مخربونه هی دلم براتون جنگ شده ما همش خوره خوب میکنم جا شما خود شاید بشه راش باشه توش نزم شا خود شو کاش دارم بودی بابا هم دارم عاشقتونم ما هم براتون دارم کنم آقا شو خواهدتون داشت

تاریک که بی تو ماه قائب من دورم از فصل بهار بی تو زمستون فقط صاحب من یا ابن جوی او بوی مهرون کجایی بوی مهرون کجایی یا صاحب زمان لال اجل یا صاحب زمان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترفت على عباد الصیام با نام و یاد خداوند بخشند و مهربان سلام و عرض ادب و احترام محضر شما میهمانان خاص زیافت الله روزداران و عباد صالح خداوند امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید روزگار بر وفق مرادتون باشه سهر دیگر و برنامه دیگر از شبکه جهانی بیت عباس با نام شبهای پرواز امیدوارم که بتوانیم امشب و در این دقایق که میهمان منازل شما شدیم با شما همراه باشیم و بتوانیم لحظات خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم و در دل سحر از معارف بیشتر برای خودمون رقم بزنیم چشم بر این قاب بدوزید و با ما همراه باشید <متصفيق> ممنونم از حضور شما و همراهیتون با برنامه شبهای پرواز دیشب روایتی رو تقدیم شما کردم که چهار گروه و چهار دسته هستن که در جهنم قرار میگیرن اهل جهنم با تمام عذابی که میبینن از دست این چهار گروه بیشتر اذیت میشند و آزار میبینن گروه اول کسانی بودند که در تابوتی از آتش قرار داشتند کسانی بودند که اموالی از مردم به گردن اونها بود با وجودی که میدانستند نمیتوانند امانت داری یا رد امانت بکنند باز احتمامی در این مرحله به خرج نمیدادن گروه دوم کسانی بودند که روده آنها بیرون ریخته بود اینها کسانی هستند که تن خودشون و جسم ظاهری خودشون و بلکه درون وجود خودشون رو از نجاسات پاک نمی کنن. دو تا برداشت میشه از این مطلب و بخش روایت کرد یکی کسانی که روی نظافت روی پاکی و ناپاکی به قول خودمون و نجاست های ظاهری خیلی اهمیتی نمیدن البته اهمیت دادن نباید ما رو به سمت افراتی عمل کردن و به تعبیری به سمت وسواس پیدا کردن ببره باید به گونه ای عمل بکنیم که ظاهر پاکیزه و متحری داشته باشیم ولی کن به وسواس هم نیافتیم اما برداشت دوم این مطلب هست که بعضی ها اهل نجس کردن وجود خودشون هستند حالا این نجاست رو با برداشت خودم عرض میکنم میتوانیم به مسکرات و عرق و امثال اینها شراب و ناپاکی ها حساب کرد میتوان نجس کردن بدن به وسیله امور دیگه و گناههای متعدد که رعایتش کمک میکنه که ما از این شرایط بیرون بیایم اما گروه سوم کسانی بودند که چرک و خون از دهان اونها بیرون میآمد اینان کسانی هستند که مسخره کردن دیگران رو پیشه کار خودشون کردند متاسفانه امروزه میبینیم و در فضای مجازی هم زیاد هست قومیت های همدیگر رو مسخره میکنن طرز حرف زدن دیگران رو به سخریه میگیرن و به قول خودمون یکی رو وسط میذارن و بهش میخندن این افراد توی جهنم که جای میگیرن دیگران هم از دست اینها در امان نخواهند بود و این حالت خیلی مشمعز کننده و تنفرآور رو از خودشون به میان میگذارن یعنی چرک و خون از دهان اونها بیرون میاد چرا چون از این زبانی که میتوان به خیر و نیکی استفاده کرد در این ما شما کافیه یک آیه قرآن بخونید هزاران ثواب نصیب تو میشه ختم قرآن میکنید چقدر برای شما حسنات داره سوره قل الله رو سه مرتبه بخونید که انهو برای شما ختم قرآن رو ثبت میکنه میتونه با این زبان دل یک نفر رو به دست بیاره ولی بعضی ها از همین ای که جرم کوچیکی هم داره که هم بهترین عضو بدنه و هم در مقابلش بدترین و سختترین عضو بدن در خطا و گناه کردن نااستفاده های خاص انجام میدن و اما گروه چهارم که کسانی بودند که توی جهنم از گوشت و پوست خودشون میخوردن اینها کسانی هستند که نمامی و سخنچینی میکنن مطلبی رو در یک مجلس میشنوند بدون اینکه صحت و سقم اون مطلب رو در بیارن در جای دیگه انتقال میدن امیر مؤمنان میفرماید که بین حق و دروغ و حق و باطل چهار انگشته، شما اون چی رو که با چشمتون میبینید براتون حقیقت داره ولی احتمال داره خیلی از چیزهایی که میشنوید در جایگاه حق و حقیقت قرار نگیره اگر شنیدهاتون رو فقط صرف شنیدن انتقال بدید چه بسا به خطا و گناه میفتید یکی از تمرین های بسیار خوبی که میشود در این ماه انجام داد بحث حفظ لسان و کنترل گوش هست گوشی که در این ماه آیات قرآن میشنوه گوشی که در این ماه مناجات و اذکار زیبا میشنوه ابو همزه افتتا و نظائر اینگونه گونه دعاها حیف چیزی غیر از حق و حرف الهی توش جا بگیره پس بیایید با خودمون عهد ببندیم وارد سحر ششم داریم میشیم یعنی شدیم دیگه به حال خیلی از کشورها و استانهایی که با ما همراهی میکنن الان سهرشون رو به پایانه این زیرنویس رو که ببینید افقهایی که پس از دیگری داره اعلام میشه ببینید بعضی هاش زرد شد یعنی تمام سهر تمام شد نماز صبح و به زودی آفتاب روز جمعه بالا میاد پس بیایید با هم عهد ببندیم با این آقایی که امروز و هاذا یومل جمعه روز جمعه از آن اوس یا توقع و فیه ظهورک یا ظهورک باید با او عهد ببندیم تو به ما کمک کن ما هم جز افرادی باشیم که دل تو رو به دست میاریم و این زبان و گوشمون رو کنترل بکنیم جز ندای حق و جز زیبایی ها نه به زبان بیاریم و نه اجازه ورود به خودمون بدیم خیلی جالب تو پرانتز بگم یکی از راه های نفوذ شیطان توی وجود ما از همین دو حفره فضای دهان وقتی حرفی رو زدی کار تمامه و گوشت محل نفوذ داخل بدنته با حرف نامربوط صدای نامناسب موسیقی و امثال این گناههایی که از راه سمع به نظر ما و به وجود ما رخنه میکنه میتونه راه ورود شیطان هم باشه پس بیایید عهد ببندیم این دو رو کنترل بکنیم که خیلی جاها به ما کمک خواهد کرد راه سوم برای اینکه خودمون رو در امان داریم بداریم بحث توسل و ارتباطه هرچند ما دیگه شب جمعه رو به تعبیری پشت سر گذاشتیم ولی میدونم دل عاشق شما وقت خاص براش معنا نداره کافی اراده بکنید به دستور امام ساده رو به حرم سید و شهده سلام بدید این سحر هم وجود اون رو معطر می کنیم به نام مبارک سید و شهده. السلام علیک یا ابا عبدالله <متصفح>

سلام مجدد و خوش آمد به محضر شما بینندگانی که با ما همراهی میکنید خاصه بینندگان عزیزی که در این لحظه به برنامه شبهای پرواز پیوستند و قرار است که بحث و گفتگوی بنده حقیر سید حسن این رو با جناب حجت الاسلام شیخ عبالفضل احمدی بشنوند و ببینند ممنونم که با ما همراهی میکنید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید وقت شما هم به و مبارکی سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم برادران و خواهران دینی و ایمانی ما که در این لحظات ناب سحر روز ششم ماه مبارک رمضان از طریق شبکه جهانی بیت العباس دنبال کننده این برنامه هستند خدا خیرتون در ممنون و ممنون شکر آقا چگونه بوده تا امروز الحمدلله و... خدا رو شاکریم که تا به حال رو درک کردیم و الله جزء مؤمنین واقعی و امساک کنندگان واقعی این ماه قرار گرفته الهیم. باش ان شاء به لطف و عنایت خود حضرت ان خب سخت ترین دوران رو شاید داریم پشت سر میگذاریم دوران غیبت ولی خدا البته از وجود نازنین آم سبن جعفر اگر بررسی بکنیم این غیبت بوده برای شیعیان حالا به نوعی با یک فضای تر چون دسترسی هم سخت بوده هم برای اهلش آسان بوده تو الان به عنوان دوران غیبت کبرا خیلی شرایط سختره اما راهکارهایی رو به ما دادند برای این امر و در این زمان چه باید بکنیم چگونه عمل بکنیم چرا این دوران اصلا اینقدر سخته از وجود نازنین امام صادق صلوات الله و سلامه علیه عاقبت این دوران غیبت و سختی دوران غیبت رو برای خود امت دونستند ام. یعنی دوره غیبت امام عصر ارواح نافدا دوره سختی است به خاطر اینکه مردم دارن از محل و از اون محور این عالم فاصله میگیرند اگر خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان محترم باشه دو روز گذشته عرض کردم اگر اشتغال قلب انسان به مولای عالم وجود و صاحب پرچم و لواء این عالم وجود یعنی قطب عالم حضرت ولی از ارواح نافدا باشه دیگه دنیا و زندگی دنیا برای انسان راحت میشه سختی علت غیبت به خاطر این هست که ما داریم از معارف دور میشیم از وجود نازنین امام صادق صلوات الله علیه سوال کردن که یبن رسول الله قیبت امام اصر، نهایت امرش و عاقبت امرش به کجا میرسه کتاب بهار مرحوم مجلسی باب امام زمان و جلد امام زمانش که ترجمه شده به نام مهدی موعود در, که دو بله در دو جلد بله در دو هست یک بابی رو داره به نام باب علل غیبت امام زمان صلوات الله علیه از امام صادق سوال کردن در رابطه با بحث غیبت و عاقبت امر غیبت امام صادق یک آیه ای از قرآن فرمودند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم خدا عاقبت امر مردم رو تغییر نمیدهند مگر اینکه مردم خودشون رو تغییر بدن و اصلاح کنند یعنی عاقبت امر غیبت و عاقبت امر این دوران سخت بسته به خود ماست بسته به رفتار ما کردار ما هستش بسته به اینه که ما چگونه در خانه اهل بیت رو دقل کنیم خیلی از ما ها آقا باید امام زمان بیاد خب ما چه کار کردیم برای فرج حضرت؟ ما فقط نشستیم دست رو دست گذاشتیم که امام زمان بیاد؟ آیا خودمون رو به عنوان یک منتظر واقعی نشون دادیم یا ندادیم؟ ما تا خودمون رو اصلاح نکنیم امر فرج و پایان این دوره سختی برای ما نیستش پس احتیاج داریم که آقا ابتداعا مزاج خودمون رو تغییر بدیم ما متاسفانه آقا مزاجمون نسبت به امم سابق یا چند سال گذشته تغییر کرده زمان گذشته زمانی بود که معارف اهل بیت علیه السلام خطکش زندگی مردم بوده اما امروزه شده خواسته میلانی و نفسانی افراد من دلم اینجوری من دلم اینطوری میخواد من دلم اونطوری میخواد یعنی ما شده رضایت مردم رو به دست بیاریم در حالی که رضایت اماممون رو کنار گذاشتیم پس هر طوری دلمون خواسته کاسبی کردیم نه اون طوری که امام زمان دلش خواسته ما کاسبی کنیم هر طوری دلمون خواسته تیب زدیم هجابمون، عفتمون کردارمون، گفتارمون تو جامعه اون طوری بوده که دلمون خواسته نه اون طوری باشه که دل حضرت زهرا و اهل بیت باشه دقت میفرم بله. به یک خانم میگیم خانم چرا این وضعیت حجاب میگه اگر چادر سر کنم اگر حجاب رو رعایت کنم به من میگن امول به من میگن عقب افتاده به من میگن فلان یعنی ما حاضر شدیم رضایت مردم رو به دست بیاریم برای اینکه رضایت امام زمانمون رو کنار بگذاریم این در حالیه که ما ادعای محبت داریم ما ادعا میکنیم آقا ما امام حسین رو دوست داریم ما ها ادعا میکنیم که ما سید الشهدا رو دوست داریم علاقه به ابو عبدالله داریم علاقه به زیارت داریم فقط زیارت فقط عبادت فقط بندگی پس یه خورد اوامر اهل بیت باید بوش تو زندگی انسان بیاد اگر ادعا داریم و باید ظاهر کار نشون بده دیگه احسن. ببینید حاجای موسوی ما ها مدعی بر این هستیم که امام زمان رو دوست داریم چقدر زندگی ما بوی امام زمان میده چقدر جای خالی حضرت رو تو متن زندگی خودمون داریم حس میکنیم اگر یه نگاهی بکنیم که حضرت فرمود خودتون برا خودتون چرت که بندازید حساب و کتاب کن حاسبو خودتون حساب و کتاب کنید قبل انتها قبل از اینی که برای شما حساب و کتاب کنن خودمون ببینیم رابطمون با اماممون چجوریه لاعقل تو این یکی دو سال اخیر که این بیماری و این مشکلات برای خیلی از افراد تو این جامعه پیش اومد و تقریبا میتونیم بگیم جهان دارن باش دست و پنجه نرم میکنن فهمیدیم معرفتمون نسبت به اهل بیت چقدره فکر کردیم خودمون میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم در حالی هستیم که آقا فکر میکنیم اگر این درد این مریضی این مشکل تموم بشه همه چیز حله امام صادق صلوات الله علیه فرمود لا یمضی علی المؤمن اربعون لیلته. چهل شب بر انسان مؤمن نمیگذره مگر اینکه یک بلایی برش حادث میشه مگر اینکه یک مصیبتی برش وارد میشه یعنی من و شمایی که داریم دم از ولایت میزنیم هر چهل روز یک بار باید منتظر بلا باشیم البلال البلا چرا؟ چون امیر فرمود از دنیا دارون بالبلا دنیا جای سختیه دنیا جای راحتی ما نیست از ابتدای تاریخ شما نگاه بکنید تمام سختی های دنیا برای همه مردم بله. زمینه که خود حضرت مسئول به عنوان بهترین ها بیشترین سخت رو که تحمل کرده بله. دنیا دار سختی حالا این سختی و این مشکلات دنیا برای شیعه و محب سختره چرا؟ اسبق ابن رباطه رسید محضر امیر المومنین. به امیر المؤمنین عرض کرد که ابن رسول الله دوست دارم انی احبک به امیر عرض کرد یا امیر المؤمنین انی احبک آقا دوست دارم تا به امیر ابراز محبت کرد امیر یه نگاهی بش کرد فرمود فلیف و اذ للبلاء حالا که میگی دوستم داری باید بلا رو مثل یک لباس همراه خودت داشته باشی یعنی همیشه همراهت بلا هر چه روز یک بار یه موقع بلا بلای مالیه یه موقع بلا بلای کاریه گرفتاری های کاری حالا چه کار کنیم اینطوری شد حالا چه کار کنیم اونطوری شد یه موقع بلا بلای درده خیلی از ماها فکر میکنیم آقا چون درد برمون حادث شده یه مریضی پیدا کردیم خدا از ما رو برگردونده. میخوام بهتون بگم اتفاقا عین رحمت خداست دقیقا این رحمت خداست خدا منت سر ما گذاشته مریضی رو به ما داده میخوام بهتون بگم این که حضرت میفرماید خودتون رو تغییر بدید یه عینک بدبینی از دیدگانمون برداریم اگر مریضی اومد اگر بیماری اومد بدونیم خدا لطف به ما کرده چرا فرمود هم ما لیلتا کفارت و سنته یک شب تب کردن ما یه شب تب میکنیم بله. مریض میشیم کفاره یک سال گناهمون رو داریم میدیم شاید خیلی از بینندگان بگن خب آقا ما خودمون ناپرهیزی کردیم جلو باد کولر رفتیم فلان بودیم عرق داشتیم سرما خوردیم رعایت نکردیم درسته ما خودمون رعایت نکردیم خدا میفرماید لطف به تو میکنم تو که داری دردش رو میکشی من یه جایی دیگه جبران من منت سرت میذارم همین دردی که تو داری میکشی و به خاطر عمل خودته من میام قلم اف رو یک سال گناهت میکشم ما همچین خدا ای رو داریم که خدا بلا رو برای ما فرستاده که از اون معاصی از اون گناه ها از اون اعمالی که به خبت بوده من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یعنی سر سوزن شر مأسیت، گناه دامن خودمون رو میگیره این اثر وضعی گناه حالا درد داریم مصیبت داریم سختی داریم مشکلات داریم چه کنیم و انت المستعان و الیک المشتکان و علی معول فشدت و آقا جان و انتل مستعان من باید از تو کمک بخوام ما فکر کردیم اهل بیت یکی هم مثل خودمون یعنی در مقابل یک بلا امام زمان هم آجزه هرگز حرم امام رضا به یکی از خادمین عرض کردن خادم گفت خود امام رضا هم مسموم شد از دنیا را. گفتم آقای فلانی گفت بله گفتم مگه افتخار نمی کنی که خادم امام رضا گفت بله گفتم مگه افتخار نمی کنی که نوکر امام رضا گفاره گفتم به قول خودت این امام رضا با ما هیچ فرقی نداره چه در مقابل یک سم عاجز و ناتوان مام در مقابل سم عاجز و ناتوان گفتم. گفتم چرا نوکری این آقا رو میکنی این همه مردم برو نوکر در خونه اینا بشو میری گفت نه امام است گفتم این امام رضایی که تو تا چند روز پیش مردم می اومدن از پنجره فولاد شفا میخواستن از ذریح شفا میگرفتن برکات میگرفتن توسلات داشتن حالا, اینجا شد محل انتشارش چرا تغییر زائقه دادیم قبلا چی بودیم حالا چی شدیم سخن سر اینه که ما به حضرت میگیم آقا من از تو کمک میخوام در مشکلاتم و انتل مستعان و الیکل مشتکا شکایت از این سختی دنیا رو باید به صاحبمون ببریم و الیکل معول و فشدت ورخا توی این سختی ها و مشکلات و بلیه دنیا و الیکل و کار رو میسپرم به تو یبنل الحسن تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد من یه تعبیری دارم از تاهای احمدی میگم تلا شمش تلا یک ایار و وزن خاصی رو داره و قیمتش هم کاملا مشخصه شما تو هر بازاری که بخوای خریداری بکنی قیمت ثابته اما اگر همین طلا رو ریختن توی بوته کوره آتش مذاب شد آمد نقش خاصی بهش دادن حالا گردن بندی بشه انگشتری بشه شاید از اون هجده از بیست و چارش به هجدم تنزل میکنه ولی دیگه قیمتش بنابر تحمل اون تراش و سنباده و امثال اینها تغییر میکنه یه وقت یک گردنبند از یک شمش طلا ارزش ریالیش بالاتر میره چرا چون او تو آتش رفته گداخته شده تحملش بالا رفته ما آدما هم همینطوریم یکی از وجه های ورود این سختی ها همینه ایار ما میره بالا رضا امیرالمومنین بهترین آدم های روی زمین صدیقه تاره ممتازترینه ولی نگاه میکنیم از این میزان تاریخی که میشناسیم و باعث شهادت مادرمون شده رو بگیریم تا چیزهای دیگه چه اگر بنای خوبی و بدی بود اینها که بهترینن چرا باید عذاب ببینن چون اینا ایارشون میره بالا خدا بیشتر میخواد در تایید کلام شما باشه کلام آخر من و حالا میان در فاصله اگر بید. هست فرهنگ زندگیمون بشه فرهنگ زندگی اهل بیت تو اوج مصیبت و سختی و چهل منزل اسارت و دیدن روز آشورا و یک دروازه ساعاتی که دختر امیر المؤمنین ازش وارد میشه که نمیخوام حالا بگم به چه صورت مصیبت بوده زمانی که اون نانجیب میاد تمام این مصیبت ها رو به رخ حضرت زینب میکشونه که دیدید خدا با شما چیکار کرد فرهنگ زندگیمون باید بشه این که حضرت فرمود ما رایت الا جمیجم ما جز زیبایی چیزی ندیدیم گفت هر چه از دوست رسد میکوس چشم ها رو باید شد جور دیگر باید دید بریم برگردیم همه آدم های موفق در زندگیشون هدف دارن آدمی که هدفمنده تا اگر به تمام اهدافش و نتایجی که در اون اهداف دنبالش هست نرسه باز هم احساس موفقیت میکنه در نظام آفرینش خداوند و متعال هم که من شما رو خلق کرد یله و رها که خلق نکرده خدا هم از خلقت ما یه هدفی داشته میگه من شما رو خلق کردم که منو بشناسید خب حالا ما میخوایم خدا رو بشناسیم از چه راهی بشناسیم باز خودش گفته اگر میخواید منو بشناسید باید امام زمانتون رو بشناسید اگر امام زمانتون رو بشناسید یعنی اون هدفی که من براتون طراحی کردم و فهمیدید اون وقت میری تو مسیر درست حرکت برای رسیدن به اون هدف هم حرکت میکنی وقتی تو اون مسیر حرکت کردی به سمت کمال و سعادت میری هر کاری که ختم بشه به شناخت امام زمان ارتباط با امام زمان در واقع چون مسیر ارتباط با خداست انسان رو به رشد و سعادت و صلاح و رستگاری راهنمایی میکنه الحمدلله رب العالمین خدا رو شاکریم که نمونه ها و مستاغ هایی رو برای ما تدارک دیده که راه درست رو پیدا بکنیم تکرار این مسائل و حرف ها کمک میکنه یک مقدار بازنگری بکنیم و به مسیر اصلی برگردیم چرا چون خیلی از ما توی سختی ها و شدائد دنبال خدا که نمیریم هیچ فاصله هم میگیریم در حالی که اتفاقا توی مشکلات یک وجهش اینه که خدا رو بیشتر از قبل صدا بزنیم که حضرت احمدی میفرمودن جز نعمتهای خداونده که به ما مشکلات رو عرضه میکنه مصیبتی رو هر سی چهر روز برای ما میاره یه وقت درگیری ذهنی ما برای مثلا پاس کردن یک چکه برای مؤمنی که آبرومنده نمیخواد بدقول باشه همین درگیری ذهنی یک نوع بلاست اینها از الطاف خفیه الهی به جهت اینکه یک بار دیگه ما رو مسمم میکنه در صدا زدن خداوند اما دیدید اگر خدای نکرده پدری با فرزندش به مشکل بر بخوره میگه برو دیگه کارت ندارم صدا تو که نمیخوام بشنوم شکلت هم نمیخوام ببینم اون هم میره ها میره برای خودش اون ایده و فکری که داشته رو به خرج میگیره ولی دیگه جایگاهی نداره پیش پدر ولش کرده مثل گله بدون چوپان اون رو رها کرده هر کاری دلش میخواد بکنه ولی خدا با این بلایه میخواد بگه اولا حواسم بهت هست دو من تو رو همینجور یله ول نکردم بدون من دارم هدایتت میکنم این میشه که میگیم هرچه از دوست رسد نیکوست ببخشید خواهش میکنم وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه اصحاب دور حضرت نشسته بودن پیامبر اکرم فرمود که زمانی که خداوند متعال عاشق بنده بشه خدا عاشق بنده خودش شده بلا رو پشت سر بلا میذاره تو کاسه بندش از اون طرف خدا با بنده ای اگر قهر بکند دنیا و نعمت دنیا و لذت دنیا و شهوت دنیا رو برای بنده سنگ تموم میذاره اصحاب تا این کلام رو از پیغمبر شنیدن تعجب کردن که یا رسول الله انگار کار خدا برعکسه <applause> اگه عاشق بنده رو بشه بلا رو بش میده با یکی قهر بکنه دو خب بیاد خدا با ما قهر بکنه <applause> لاقل دنیامون رو خوب بگذرم پیغمبر در جواب فرمودند که کار خدا بسیار دقیقه دنیا و نعمت و لذت و شهوت دنیا رو میده به اونی که بش قهر کرده میگه بهش بدید بره قرق در نعمات دنیا بشه غرق در لذات دنیا بشه غرق در شهوات دنیا بشه دیگه نمیخوام بنده خودم رو ببینم از اون طرف چون عاشق بنده است و میدونه چسب دنیا قویه جلوه دنیا قویه بنده رو میکشونه, میکشونه به سمت خودش خدا میفرماید چند وقتی یه بار یه چاله جلو پاش قرار بدید پاش تو چاله گیر کنه بخور زمین بگه آخ این آخی که میگه دوست دارم صدا ناله بندم رو بشنوم که بفهمه من خو خدای آخ پام خدایا چرا همین که میگه خدا این بنده بدون من خدا هم هستم من بلا رو برش قرار دادم شفا هم دست منه اما نکته اینجاست که ما توی اوج این سختی ها یادمون به خدا و اهل بیت باشه یا فراموش میکنیم نکته اینجاست جناب آقای موسوی وجود نازنین پیامبر اکرم میفرماید خدا تو قرآن کریم یه آیه ای را قرار داده که اگر کسی به این یک آیه از قرآن کریم عمل بکنه و ایمان داشته باشه دنیا و آخرتش کفایتش میکنه اون آیه چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا این آیه یه ایمان قوی میخواد یک اعتقاد قوی میخواد نه این که بگیم خب تقوا خدا میگه من برات ردیفش میکنم یک ایمان قوی میخواد اینکه عرض کردیم خدا قروال دست گرفته و داره توی امتحانات قرار میده اینجاست خیلی از ماها البته آیه قرآن است احس بناس، ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا مردم فکر میکنن بگن خدا ما ایمان وردیم خدا میگه ای قبول دیگه قبول تو ایمان آوردی منم قبول کردم نه بابا باید امتحانت کنم ببینم اینکه حرف زدی پای امتحان هم هستی یا نیستی پس امتحان برای ماست امتحان به چه صورت فرمود یه بعدش به همین بلی است پس بلای دنیا دو بعد داره یک بار کفاره گناهمون رو داریم میدیم که جای دوم باب امتحانه فرمود اگر کسی تقوا رو داشته باشه خداوند متعال تضمین کرده و من یتق الله یجعل له مخرجا من یه راه خروج از همه مشکلات رو برش قرار میدم و یرزقه من حیث لا یحتسب از یه جایی بهش میرسونم که به ذهنشم خطور نمیکرد این که ما میگیم به ذهنش خطور نمیکرد بعضی از افراد میگن معجزه شد کرامت شد من و شما چند تا راه خدا رو بلدیم یه راه دورا تو سختی قرده. هامون تو مشکلاتمون طرف پول نداره میگه آقا زنم مریض شده بچم مریض شده بیمارستان پول میخواد برا عملش هر کی میاد میگه رفتم وام بگیرم وام بهم ندادن رفتم قرض بگیرم کسی قرض بهم نداد آخرش مثلا الایاز بالله نستجیرو بالله کار میرسه به جایی که میگه میرم نزول میکنم بچم جونش در خطره همین که میگه میرم نزول میکنم بچم جونش در خطره ما میگیم خب بچهش حق داره خدا میفرماید اگر اینجا پای این سختی امتحان تو پا کار من وایسی و یرزقهم من حیث سلایه از یه جایی بهت میرسونم به ذهنتم خطور نمیکرد تو فکر میکنی راه پول به دست اوردن فقط وام است و این است و اون است و اون است همه اینا خوردی به در بسته پس من خدا چه کارم پس اهل بیت چی؟ حالا نکته اینجاست که این تقوا چیه؟ تقوا اینکه خدا میفرماید تو تقوا رو داشته باش. تقوا خیلی از بینندگان محترم، اعزه بزرگواری که دارن ما رو در این چارچوب دوربین میبینند، خیلی از افراد فکر میکنن تقوا یعنی که گناه نکنن نه، تقوا دو بعدش رو داره. ما پشت فرمان میشینیم، گاز میدیم. که نیروی محرکی که ما رو را داره راه میندازه و از اون طرف به دستانداز که میرسیم ترمز میگیریم همون گاز زیر پای ما و همون ترمز جفتش تقواس یعنی نیروی محرکی که ما رو به کار خیر جلو میبره. میبره و از اون طرف به دستانداز گناه که رسیدیم ترمزی که ما رو نگه داره تعبیر قشنگی لا حول ولا قوته حول نیروی محرک ولا قوته اون ترمز زیر پاس قوت و نیروی که به هنگام گناه جفتش حول و قوت الا بالله العلی العظیم جفتش رو باید از خدا بخوایم صفات خدا تو این عالم وجود امروز حجت ابن الحسن امام زمان الله ما میگیم خدا عالمه علم خدا رو خدا مظهرش رو امیر المومنین و اهل بیتش قرار داده قدرتش رو امیر المومنین و اهل بیت قرار داده یعنی اگر حول و قوه میخوای باید از صاحبمون بخوای ازشون بخوایم توفیقمون بدند ما رو تو این مسیر عبادت نگهمون دارن ما اومدیم گفت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا خدا ما اومدیم حالا که اومدیم نگهمون دار حالا که ما اومدیم نگهمون دار و نکته دوم اگر میرسم به دست اندازه گناه شما بزنید سرشون من ترمزت رو بگیر گناهه هر دو رو از امام بخواهیم هر دو رو از صاحبمون بخواهیم این تغییر مزاج اینجاست هر چیزی هست ازش بخواهیم بسیار بمون منت گذاشتن در این خان رشته ای برگردنم افکند دوست, دوست. کجا که میخوا... می می اونجایی که دل حضرت ما رو کشونده میکشد آنجا که خاطر خواه اوست خب اون جایی که خاطرش هست ما رو کشونده نگهمون داره و از اون طرف به دستانداز که رسیدیم پس بدونیم هیچی از خودمون نداریم در خانه صاحبمون فقیر مطلقیم و فقیر هم احتیاج داره به صاحبش به اینکه صدقه ای بده یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر و, و جئنا به بزاعت مزجات و اوفلن الکیل کاسه گدائی ما رو پر کن علوان. و تصدق علینا صدقه ای به ما الهی هم انشاءالله که دست ما رو میگیرن و از این سختی ها و تاریکی ها نجات میدن ممنونم از حضور شما جناب آیه احمدی رو بدرقه کنیم و دقایقی باز دوباره پایان برنامه است عظمه یا سیدی عملی و ص عملی فاعطنی من عفوک یا كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المغسرين وانا يا سيدي تنجز ما وعدت من الصاف عمن أحسن بك ظنوا وما أنا يعرض وما خطري هبني بفضله تصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خف تعجيل العقوبة لاجتنبت لولا انك اهون الناظرين واخف المطلعين بل انك يا أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار, ستار العيون غفار الذنوب على سروذن باب کرماک و و لغبت به حلم. ساعتها خواب نمیمانند. ساعتها خواب نمیمانند. این منم که عمری است در خواب زیستن را تجربه کرده. ساعتها خواب نمی مانند هر سحر دور چشمان تو می گردند و در جذبه مهربانیت چون ذره ای فدا شده گم می شوند. خواب مانده منم که هر رمضان بوسه بارانم می کنی و باز چنان آهوی رمیده از آغوشت می گریزم ششمین سهر است که آرام پلک هایم را باز می کنی و خودت اولین لبخندی می شوی که چشمان تارم را به شوق در می آورد و باز می کند راستی من منده تو بنده ای جز من نداری تو بنده ای جز من نداری که حتی یک نگاه هم رهایم نمیکنی و من چنان فراموشت می کنم و من چنان فراموشت می کنم که انگار هزاران عاشق پیشه دارم جز تو احاطه کرده اند مرا آن عاشقانه مفتوم. مرا ببخش دلبر همه چیز تمام من سجادم بوی اتر گرفته است اتر مغفرت تو را ششمین سحر را به نام مغفرتت به پایان میبرم و نام تو را چنان جرع جرع سر میکشم که نور چشمانت تمام لجنهای قلبم را چشم بر هم زدنی تار و مار کند قنوت من و نام ناو يا, يا, يا قفار يا قفار يا قفار يا أليفان